سرخط خبرها. نشست بی نتیجه کمیسیون با دسته های انتخاباتی. ثبات و همگرایی میگوید کمیسیون بر اساس گمان 300 هزار رای را اعتبار داده. کمیسیون میگوید بر اساس قانون عمل کرده. ما میریم تصمیم خود میگیریم که در مقابل یک قانون شکنی آشکار آفتابی ما چی میتونیم. محور گفتگوهای دوحه توقف حمله های شبانه نیروهای خارجی و حمله های انتحاری در شهرهای بزرگ. رئیس سنا بر حضور نماینده حکومت افغانستان در این گفتگوها تاکید دارد. دوی دو مجالس نه آگانه یو او بداسی مجالسو که منگه دو آغا مجالسو حمایت رسیم. نشست قلب آسیا روزنه امید افغانستان برای سال. حکومت میگوید اولویت افغانستان در این نشست موضوع صلح با طالبان است. بحث چگونگیه که ما میتونیم از خود ظرفیت پروسه استانبول برای آوردن صلح استفاده کنیم. و هشدار اسرائیل از امکان بمباردمان پایگاه های هسته‌ای ایران. به نام خدا و با عرض سلام، بیننده مهمترین ها در شام یک شنبه از یک هستید. نشست مشترک کمیسیون مستقل انتخابات با دسته های انتخاباتی بی نتیجه پایان یافت. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در اعتراض به آنچه نشنیدن پاسخها و نگرانی هایش خوانده می شود این نشست را ترک کرد. اسدالله سعادتی معاون این دسته می گوید که کمیسیون بر اساس حدس و گمان 300 هزار رای را اعتبار داده است. کمیسیون مستقل انتخابات اما می گوید که این رای ها بر بنیاد قانون معتبرند و در پیوند با بازشماری رای های 7 ولایت باقی مانده هم به زودی تصمیم گرفته خواهد شد. مردم افغانستان منتظر از این است که نشست مشترک کمیسیون مستقل انتخابات با دسته های انتخاباتی در کنار 70 نماینده نامزدان ریاست جمهوری و برخی حزب های سیاسی، شماری از سفیران مقیم کابل نیز در این نشست حضور یافتند. موضوع اصلی هم گفتگو بر سر 300 هزار رای جنجالی است. این نشست برای بیرون رفت از معضل کنونی در مورد بازشماری آرا برگزار شده. کمیسیون مستقل انتخابات 300 هزار رای جنجالی را قانونی می داند، اما دسته انتخاباتی از ثبات و همگرایی میگه که این رای ها بر اساس حدس و گمان ها معتبر دانسته شدند. حالا ما را میگه که شما در ظرف 3 دقیقه مباحثتان را مطرح کنین. دست انتخاباتی ثبات و همگرایی خواهان فرصت بیشتر است تا دلیل و برهان خود را در پیوند به این رای ها بیان کنند. آنان ادعا دارند که برایشان فرصت کافی داده نمی شود و کمیسیون نمی خواهد که این نشست نتیجه در پی داشته باشد. من می فهم به نتیجه شما تصمیم گرفتین که به نتیجه نرسیم. این تصمیم گرفتین. ما هم آخرین حرفای خود میزنیم، باز ما هم میریم تصمیم خود میگیریم که در مقابل یک قانون شکنی آشکار آفتابی ما چی میتونیم. نمایندگان این تیم از همین رو این نشست را به گونه اعتراضی ترک کردند. دسته انتخاباتی دولتساز ما دسته ثبات و همگرایی را به زورگویی و نپذیرفتن قانون متهم میکند. و مردم افغانستان این زورگویی را و این عدم پذیرش قانون امیدقه زنده شاهد هستند. پاسخ کمیسیون برای اعتبار بخشی به 300 هزار رای جنجالی ظاهراً برای نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری قناعت بخش نیست. به گفته مسئولان کمیسیون آنها نتوانستند که پیش از برگزاری انتخابات نرم افزار تعیین زمان دستگاه‌های بایومتریک را فراهم سازند. شرکت در ملوک نیز در مورد با اعتبار بودن یا نبودن 102 هزار رای خارج از زمان پاسخ منفی داده و گفته که نمیتواند این رای ها را رد و یا تایید کند. شما هم انتخابات آهسته آهسته چی که تقریبا 80% از میاد تکنیکی و حقوقیش بیرون کردین و باز هم انسان هستیم، ممکنه ما اشتباه شده باشه، اما ما متیقن تا خود نساختیم ما تصمیم نگرفتیم. سرانجام در پایان این نشست رئیس کمیسیون اعلام کرد که به زودی در پیوند به رای های جنجالی و بازشماری رای ها در 7 ولایت باقی مانده در شمال کشور تصمیم گرفته می شود. دین ناست نوروز تا با منگا بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوستانو غوښتنې وي په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو.
در این نشست شماری از سفیران مقیم کابل نیز حضور داشتند که به دنبال اعتراض دسته ثبات و همگرایی معاون سفیر آمریکا پیش از پایان این نشست کمیسیون را ترک کرد. این نشست مشترک پس از روزها تلاش برای بیرون رفت از بنبست کنونی برگزار شده بود، اما به نظر می رسد گره کور بحران انتخاباتی همچنان کور مانده است. در ادامه اعتراض های انتخاباتی امروز هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی در ولایت های هرات و سمنگان دست بر راه پیمایی زدند. معترضان میگویند که آنان اجازه نمی دهند که تقلبکاران با سرنوشت مردم بازی کنند. معترضان در ولایت سمنگان امروز برای بیش از 2 ساعت بزرگراه کابل مزار را برای ترافیک بستند. این معترضان هشدار می دهند تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشود به اعتراض های خود ادامه خواهند داد. طالبان و خلیلزاد دیروز در مورد توقف حمله های شبهنگام نیروهای خارجی و توقف حمله های انتحاری و انفجاری طالبان بر بخش های مزدحم رایزنی کردند. منبع های نزدیک به طالبان به تلویزیون یک میگویند که در بخش کاهش خشونت بحث اصلی همین دو مورد بوده و احتمال دارد در روزهای آینده روی آن توافق شود. در همین حال حکومت با استقبال از آغاز گفتگوهای صلح بین آمریکا و طالبان میگوید هر زمانی که گفتگوهای قطر به نتیجه برسد حکومت افغان آماده گفتگوهای بین افغانی است. همزمان معاون سفیر دانمارک در کابل نیز ابراز امیدواری میکند که این دور گفتگوها نتیجه مثبت در پی داشته باشد. امان فرهنگ. کاهش خشونت و توقف حمله های انتحاری و انفجاری در بخش های مزدحم از یک طرف و توقف حمله های شبانه نیروهای خارجی موضوع مهم بحث دیروز خلیلزاد و طالبان در قطر بوده است. منبع های نزدیک به گروه طالبان به تلویزیون یک میگویند که بحث اصلی زلمه خلیلزاد و گروه طالبان دیروز در قطر همین دو مورد بوده، اما تاکنون توافقی در این مورد به دست نیامده است. این منابع اما احتمال میدهند که در روزهای آینده بر سر این موردها توافق شود. حکومت افغانستان هم خوشبین است که گفتگوهای قطر منجر به ختم جنگ و آغاز گفتگوهای بین افغانی شود، زیرا شرط حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوها کاهش خشونت و برقراری آتش بس است. خواست همه مردم روی برقراری آتش بس توافق شود. این مذاکرات باید را برای مذاکرات مستقیم بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبا باز کنه. این کاهش خشونت ها منجر به خوشبینی به هر دو طرف مذاکره کننده میتونه شود و حیات هم انشاءالله که ما تا روزهای آینده بتانیم حیات فراگیر که از تنوعات مختلف مردم افغانستان نمایندگی بتانه معرفی کنیم. سفارت دانمارک در افغانستان هم ابراز امیدواری میکند که این دور گفتگوها نتیجه مثبتی در پی داشته باشد. بسیار مشکل است که بگویم، اما ما بسیار امیدوار هستیم و در عین حال نگران هم هستیم، زیرا این گفتگوها بسیار جدی است. بسیاری از موضوعات هنوزم پیچیده است. همچنان این مربوط افغان‌ها هم می‌شود که باید اختلاف‌هایشان را کنار بگذارند. ما امیدوار هستیم که این گفتگوها منجر به آغاز گفتگوهای بین افغانی شده و منجر به تأمین صلح در افغانستان شود. در همین حال شماری از منبع‌های آگاه از روند گفتگوهای صلح می‌گویند که در پیوند با آتش بس و کاهش خشونت‌ها زمان تصمیم گرفته می‌شود که گفتگوهای قطر به نتیجه برسد. در آتش بس په باندې خلیلزاد دا خبره یاد کی لکه خلیلزاد د حکومت سره دا خبره یاد کړي وو، خو البته د آتش بس خبره مخکې خلاصه و چې آتش بس په عمومي آتش بس په بین الافغانی ناشته کی اولنۍ خبره وی. با این حال برخی آگاهان بدین باورند که این بار امریکا و طالبان اختلافی جدی با هم در روند صلح ندارند و رایزنه های قطر نتیجه خواهد داد. هرچند این نتیجه ممکن است تضمین کننده 100% گفتگوهای طالبان با حکومت افغانستان نباشد. و بین شروع مذاکرات که بین طالبان و امریکا هست و بین گفتگوهای بین افغانی که دولت افغانستان یک جانب است باید تفکیک قائل شویم. یک از بحرانی که فعلا ما داریم همی است که دولت افغانستان بخش از فرآیند صلح نیست تا کنون، بلکه یک نوع مزاحمی در روند صلح هست. اگر این مسئله به زودی حل نشود شاید که بنبست های بیشتر در راه صلح وجود داشته باشه. این نخستین بار است که طالبان و امریکا روی دو موضوع مهم توقف حمله های انتحاری و انفجاری بحث می کنند.
در کنار حکومت افغانستان، مردم و برخی گروه های سیاسی نیز همه چشم انتظار نتیجه این دور گفتگوهای خلیلزاد با طالبانند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین در اعلامیه‌ای از طرفهای گفتگو خواسته که باید برایند بحثشان پایان خشونت ها باشد تا زمینه زندگی صلح‌آمیز فراهم شود. از سوی هم مجلس سنا حضور نمایندگان حکومت در گفتگوهای صلح را الزامی می داند. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا می گوید تا زمانی که نمایندگان حکومت در روند گفتگوهای صلح در قطر اشتراک نداشته باشند، مجلس سنا از آن پشتیبانی نمی کند. به گفته آقای مسلمیار، گفتگوهای بدون حضور حکومت افغانستان مشروعیت بخشیدن به طالبان است. واکنش مجلس سنا از آغاز گفتگوهای صلح در قطر. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا میگوید از سرگیری گفتگوهای صلح بدون اشتراک نمایندگان حکومت برای آنان پذیرفتنی نیست. او میگوید اگر در چنین نشست‌های نمایندگان حکومت اشتراک نداشته باشند، مجلس سنا از آن پشتیبانی نمی‌کند. اعضای مجلس سنا باور دارند که گفتگوهای جاری در قطر گونه مشروعیت بخشی به طالبان است. دوی دو مجلس نه آگاهی او خداسی مجلس که مونږ د هغه مجلس حمایت هم نشو کول. تر څو چې د افغانستان حکومت او د افغانستان د ولس استازي په مذاکراتو کې شریک شوی نه وي او موږ ته خپل خلق د هغه مذاکراتو اصلي تصویر وړاندې نه کړي، موږ به مذاکرات ته د ناظر په صفت په ډیر دقت سره وګورو. همزمان با این شمار دیگر از اعضای مجلس سنا میگویند گفتگوهایی که در قطر جریان دارد باید دستاوردها و نتیجه آن به آگاهی شهروندان افغانستان رسانیده شود. در کوم پروسه چې په قطر کې تیرګه هر اب موضوع هر افغان باید په پوسټ کې دوسرې په موضوع باندې کوم بحث روان ده. متاسفانه په پټو دروازو باندې امریکایان دغه سي ملاقاتونه چې دا به موږ لپاره قبول وړ نه وي. موازه چې ملي د حکومت سره خبري وکړي، د افغانستان د نظام سره خبري وکړي، د افغانستان د مکینا کوی سره خبري وکړي، نو زه فکر کوم چې دا سوله به درځه ورسېږي. او که دغه سوله د چړولو دروازو در شي دا مکچې ده دا بیا په در نخري. مجلس سنا در حال نسبت برایند گفتگوهای صلح میان طالبان و آمریکا واکنش نشان می‌دهد که ظاهرا حکومت نسبت به این گفتگوها خوشبین است و انتظار دارد این گفتگوها کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس دائمی را در پی داشته باشد. نشست کشورهای قلب آسیا در شهر استانبول ترکیه می تواند نقش سازنده در برقراری صلح و ثبات افغانستان داشته باشد. میرویس ناب معین اقتصادی وزارت امور خارجه می گوید در این نشست اولویت اساسی حکومت افغانستان را گفتگوهای صلح با طالبان تشکیل می دهد. همزمان با این سفیر پاکستان در کابل می گوید در نشست کشورهای قلب آسیا همه طرف ها بر آغاز گفتگوهای بین افغانی توافق نظر دارند. استانبول فردا میزبان هشتمین نشست کشورهای قلب آسیا خواهد بود. رئیس جمهور غنی هم صبح امروز برای شرکت در این نشست راهی استانبول شد. افغانستان که رهبری نشست را به دوش دارد میگوید محور اصلی این نشست را گفتگوهای صلح با طالبان و نقش کشورهای همسایه در این گفتگوها تشکیل می‌دهد. میرویس ناب معین اقتصادی وزارت امور خارجه هم میگوید که اولویت اساسی حکومت افغانستان در این نشست ایجاد یک دیدگاه واحد در سطح کشورهای منطقه در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان خواهد بود. بحث چگونگیه که ما میتونیم از خود ظرفیت پروسه استانبول برای آوردن صلح استفاده کنیم و همچنان چگونگی تاکیده که ما به صلح با رهبری افغانستان با رهبری حکومت افغانستان دو می داشته باشیم. در اینجا یک فرصت خوب مناسب میشه، یک فرصت خوب فراهم میشه تا از او استفاده کنیم. همزمان با این سفیر پاکستان در کابل میگوید که همه کشورها به شمول پاکستان بر این تاکید دارند که گفتگوهای صلح با محوریت افغانها باشد و خشونت های جاری در افغانستان کاهش پیدا کند. این بسیار مهم است که کشورهای نشست قلب آسیا همه بر آغاز گفتگوهای بین افغانی توافق نظر دارند و همه از کاهش خشونت‌ها در افغانستان پشتیبانی می‌کنند. ما از گفتگوها استقبال می‌کنیم و خرسند هستیم که مذاکرات میان آمریکا و طالبان اثر گرفته شده است. ما انتظار داریم که این گفتگوها به کاهش خشونت‌ها و گفتگوهای بین افغانی و در نهایت آشتی ملی در افغانستان منجر شود. این نشست همزمان با اثرگیری گفتگوهای آمریکا با طالبان در قطر برگزار می شود. حکومت افغانستان تلاش دارد تا در این نشست کشورهای منطقه از موضعش برای آغاز گفتگوهای رودروی طالبان با حکومت افغانستان و همچنین برقراری آتش بس پشتیبانی کنند.
در رابطه به نشست قلب آسیا بیشتر صحبت میکنیم با همکارمان طارق ساقب از استانبول. طارق سلام، میشه که در رابطه به نشست و نتیجه نشست امروز بر بیننده ها بگویی؟ سلام فردین، امروز نشست مقام های ارشد پروسه استانبول قلب آسیا، پروسه قلب آسیا استانبول پشت پرده درهای بسته بود و به خبرنگاران اجازه داده نشد که این نشست را از نزدیک نظارت و هم کور کنند. آنچه پیش از نشست مقام های افغانستان و شماری از اشتراک کنندگان این نشست به ما گفت این بود که در این نشست تمام تلاش صورت میگیره که همکاری های منطقه‌ای در بخش امنیت، صلح، اقتصاد و بعضی موارد های دیگه بیشتر شود و محکمتر. آنچه انتظار میره ای است که در این نشست بیش از هر چیز دیگه حکومت افغانستان دست دراز بکنه برای کمک طلبی، برای کمک کشورهای منطقه برای رسیدن به یک توافق با طالبان و از یک سو فشار وارد کردن بالای طالبان، البته از طرف کشورهایی که بالای طالبان نفوذ دارن. اگر بپردازیم به نشستی که در دوحه قرار است و یا جریان داره و این نشستی که در استانبول است، فکر میکنی چقدر با اهمیت است و چقدر میتونه رهگشا و گرهگشای بحث صلح افغانستان باشه با توجه به نشست دوحه؟ هرچند این نشست وزیران خارجه پروسه قلب آسیا استانبول یک نشست تقریبا میشه گفت مشورتی است، چون این از 400 هست نشست وزیران تصمیمی گرفته میشه و فقط مشورت ها صورت میگیره که چه کاری باید شه و چه کار باید نشه، چه خوب است و چه خوب نیست. اصل تصمیم و رایزنی ها در نشست مقام های ارشد صورت میگیره، اما یک امیدواری بیشتر که یک مایه امیدواری که حالا وجود داره ای است که گفته میشه الیز ویلز هم در این نشست فردا اشتراک خواهد کرد که به احتمال زیاد حرف های این مقام امریکایی در کنار خواسته های دولت افغانستان میتونه که یک تأثیر بیشتر برای واکنش مثبت کشورهای عضو و پشتیبانی پروسه را داشته باشد. بسیار تشکر از خودت طارق، وقت بخیر. ادامه خبرها. شکست کامل داعش در افغانستان نزدیک است. مقام های غربی و رسانه های امریکایی گفتند که در حال حاضر شمار جنگجویان داعش به 300 تن در افغانستان کاهش یافته است. در همین حال وزیر دفاع آمریکا میگوید که برای مقابله با رقابت نظامی فزاینده با چین، انتقال نظامیان آمریکا از بخش‌های دیگر به شمول افغانستان به منطقه آسیا و اقیانوسیه در اولویت کار قرار دارد. تغییر راهبرد آمریکا از مبارزه بر ضد حراس افغانی به انسجام نیرو در برابر تهدیدهای چین. امریکا هزاران نیروی نظامی خود را برای مقابله با تهدیدهای فزاینده چین به آسیا پسیفیک و اقیانوسیه منتقل می کند. وزیر دفاع امریکا می گوید که نظامیان امریکایی از کشورهای منطقه به شمول افغانستان در برابر تهدیدهای چین در اقیانوسیه جابجا خواهند شد. اما پیش از این وزیر دفاع امریکا گفته بود که حتی بدون توافق با طالبان امریکا نظامیان خود در افغانستان را کاهش خواهد داد. امریکا هم اکنون حدود 13,000 نظامی در افغانستان دارد که در کنار 16,000 نظامی ناتو مشغول آموزش و مشورت دهی با نیروهای امنیتی افغانستان هستند. آنچه که می خواهیم انجام دهیم انتقال نیروهای بیشتر از منطقه به شمول افغانستان و جابجا کردن آنان در منطقه آسیا پاسفیک و اقیانوسیه است. همچنان برگرداندن سربازان ما نه تنها از افغانستان بلکه از تمامی منطقه مطرح است که به خانه برگردند. از سوی نیویورک تایمز به نقل از مقام های امریکایی که نام از آنها گرفته نشده نگاشته است که داعش در افغانستان به شکست کامل نزدیک شده است و شمار جنگجویان این گروه به 300 تن کاهش یافته است. با شکست داعش در شرق افغانستان ما به اطمینان گفته میتونیم که داعش ممکن تا یک ماه دو ماه دیگر به گونه کامل از افغانستان محو شود، دیگر اثر و نشانه از داعش در افغانستان باقی نمانه. فعلا جنگجویانشان به گونه پراکنده، پنهانی و به شکل خیلی محدود در افغانستان فعالیت دارند. افغانستان یک نقطه استراتژیک است در منطقه و اگر ای امن باشه اینجا در منطقه امن است و در فرا منطقه و در جهان امن است.
همزمان رئیس جمهور امریکا میگوید که او برای مدرنیزه کردن ارتش این کشور 2 تریلیون دلار به مصرف رسانیده است. امریکا خلافت داعش را 100% به نابودی سوق داده است. این گروه هرگز دیگر تهدید برای امنیت ما نخواهد بود. پیام من به هراس افغانان این است که شما دیگر شانس برای مقابله با امریکا را ندارید. من ارتش امریکا را دوباره ساختم و برای مدرنیزه کردن آن 2.5 تریلیون دلار هزینه کردم. اکنون ما ارتش به مراتب مقتدر و پیشرفته نسبت به ارتش هر کشور دیگر در اختیار داریم. وزارت دفاع امریکا در ماه جون در گزارش تایید کرد که شاخه خراسان داعش در افغانستان 2000 جنگجو در اختیار دارد. روسیه اما شمار جنگجویان داعش را در افغانستان 11000 گفته بود. با این حال اخیرا صدها جنگجوی داعش در شرق افغانستان یکجا با خانواده هایشان به دولت افغانستان تسلیم شدند. پیکر تتسو ناکامورا شهروند افتخاری افغانستان به زادگاهش در ژاپن رسید. پیکر این امدادگر ژاپنی الاصل دیروز طی مراسم رسمی از فرودگاه کابل به مقصد ژاپن فرستاده شده بود. رئیس جمهور غنی در دیدار با همسر، دختر و شماری از بستگان ناکامورا که برای انتقال پیکر او به کابل آمده بودند گفت که مردم افغانستان ناکامورا را به عنوان یک قهرمان به یاد خواهند داشت و تمام پروژه هایی را که او در ننگرهار انجام داده بود و نامش نامگذاری خواهند کرد. تتسو ناکامورای 73 ساله پس از حدود 2 دهه کار در ننگرهار برای همراه با 5 همکار افغانش روز چهارشنبه هفته گذشته در شهر جلال آباد در پای تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. امروز شماری از زنان هنرمند افغانستان در سفارت دنمارک با موسیقی، نمایش نقاشی و لباس‌های محلی از کارزار 16 روزه مبارزه با خشونت در برابر زنان گرامی داشت کردند. مبارزه با خشونت در برابر زنان، سهم زنان در روندهای سیاسی اجتماعی و ویژه در گفتگوهای صلح هدف اصلی این برنامه خوانده شده است. سفارت دنمارک در کابل میگوید که باید به زنان در گفتگوهای صلح سهم داده شود و دستاوردهای آنان نادیده گرفته نشود. رقابت‌های منطقه‌ای اعضای سازمان سارک سبب کاهش میزان تجارت میان این کشورها شده است. معاون اتاق تجارت و صنایع سازمان سارک می‌گوید که به تازگی اعضای سازمان سارک تصمیم گرفتند تا سرمایه‌گذاری‌های مشترکشان را در بخش‌های مختلف به ویژه ترانسپورت آغاز کنند. با باور این نهاد، تنش‌ها میان هند و پاکستان سبب شده است که افغانستان از مزیت‌های سازمان سارک سود کمتری ببرد. و در خارج از کشور، رئیس جمهور امریکا هشدار می‌دهد که هرگز به ایران اجازه نخواهد داد تا به جنگ افزارهای هسته‌ای دست یابد و امنیت اسرائیل را تهدید کند. دونالد ترامپ در نشست ملی شورای امریکا، اسرائیل در واشنگتن، ایران را بزرگترین پشتیبان هراس افغانی در جهان می‌خواند و تهدید می‌کند که تحریم‌های سخت‌تر دیگری را بر این کشور وضع خواهد کرد. همزمان وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با یک نشریه ایتالیایی گفته است که تل اویو در صورت لزوم برای پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پایگاه‌های هسته‌ای این کشور را بمباران خواهد کرد. تازه‌های ورزش. بورد کرکت کشور فهرست 15 تن بازیکن دعوت شده به ترکیب تیم ملی زیر 19 سال را برای رقابت‌های جام جهانی سال آینده میلادی اعلام کرد. رقابت‌های جام جهانی بازیکنان زیر 19 سال در 17 ماه جنوری سال 2020 میلادی در آفریقای جنوبی آغاز می‌شود و تا 9 ماه فوریه ادامه می‌یابد. ملی پوشان کشور در این رقابت‌ها در گروه دی با تیم‌های آفریقای جنوبی، میزبان امارات متحده عرب و کانادا به میدان می‌روند. یک دو رقابت‌های فوتبال در ولایت زابل با پایان رسید. این رقابت‌ها که زیر نام مبارزه علیه مواد مخدر در میان 9 تیم برتر این ولایت برای یک ماه راه اندازی شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم اتحاد به پایان رسید. از سوی هم رقابت‌های راهیابی به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های افغانستان در حوزه مرکز به میزبانی ولایت پروان آغاز شد. در این رقابت‌ها 4 تیم از قهرمانان لیگ‌های برتر ولایت‌های پروان، کاپیسا، پنشیر و بامیان قرار است برای 3 روز برابر هم رقابت کنند. گفتنی است که پس از پایان این مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به میزبانی کابل با حضور 8 زون کشور آغاز خواهد شد.
آنتونیو جاشوای بریتانیایی در یک رقابت نفسگیر اندی رویس مکزیکی را شکست داد و کمربند قهرمانی مشت‌زنی جهان را یک بار دیگر به دست آورد. دو ستاره مشت‌زنی جهان شب گذشته در عربستان سعودی برابر هم قرار گرفتند که پس از 12 راوند مبارزه جاشوا از سوی داوران برنده اعلام شد. گفتنی است که نزدیک به 6 ماه قبل جاشوا در راوند 7 برابر اندی رویس شکست خورد و ضمن رقم خوردن نخستین شکست کمربند قهرمانی جهان را نیز به این ستاره مکزیکی واگذار کرده بود. ممنون از همراهیتان. وقت نیک. خدا نگهدار.